سلام، وقتتون بخیر. آقای الطافی، آسیب پذیری افغانستان در اثر تغییرات جهانی اقلیمی به چه میزان بوده و آیا واقعا فاجعه اقلیمی در حال وقوع است؟ عرض سلام ارادت خدمت شما. به نظر ما عوامل زائل باید در راستای آسیب پذیری افغانستان در اثر تغییرات اقلیمی جهانی مد نظر گرفته شود. چی عوامل سبب شد که افغانستان دچار بحران اقلیمی شده، در حالی که بحران اقلیمی یک بحث جهانی است؟ افغانستان به لحاظ صنعتی کشوری صنعتی نیست، کشوری در حال توسعه هم نیست، کشوری عقب افتاده هست. کالاهای صنعتی در افغانستان تولید نمیشه. اما عواملی که موجب تغییرات اقلیمی در افغانستان گردیده، برداشت صاحب نظران و متخصصین این حوزه این است که یک فقدان زیرساخت ها، همچنان فقدان دولت های پایدار، قانونمند، مسئول و مشروع، و از جانب دیگر ناکارآمدی هیئت حاکمه افغانستان مزید بر علت شده تا اینکه مدیریت نادرست منابع آبی در افغانستان تجربه بشود. از جانب دیگر شهروندان افغانستان استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی می‌کند و مسئله عدم میکانیزم در واقع مدیریت آب موجب گردیده که آب‌های تمیز با آب‌های کثیف آلوده بشود، و اینها از عوامل هایی هستند که در کنار عوامل خشکسالی و سیلاب ها و گرمایش زمین و از همه مهمتر آب شدن یخچال های طبیعی افغانستان و همزمانی آنها با بارندگی های بهاری دست به دست هم داده، باعث این گردیده که فاجعه تغییرات اقلیمی در افغانستان در انتظارش باشد. حالا خشکسالی و سیلاب ها در افغانستان هر سال جریان داره، اما اگر این عوامل فوق الذکر مدیریت نشوه و بهش توجه نشوه، امکان وقوع فاجعه انسانی با توجه به تغییرات اقلیمی در افغانستان در راه خواهد بود. بله. برای کاهش تأثیرات اقلیمی در افغانستان در سطح داخلی و جهانی چه راهکارها و اقداماتی لازمه؟ برداشت ما اینه که محیط طبیعی، یعنی زمین، هوا و فضا، ساحت مشترک المنافع برای کل بشریت است. بنابراین در سطح جهانی هم باید عواملی که موجب افزایش تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، نازک شدن لایه اوزون میشه، باید کنترل شود. مثلا عوامل همانند مصرف بی‌رویه زغال سنگ، استفاده افراطی از گازهای گلخانه‌ای، مصرف بی‌رویه و گسترده نفت، اینها باید کنترل شود و کشورهایی که از اینها استفاده میکنه و باعث تغییرات اقلیمی در سطح جهان میشه، اینها باید نسبت به آینده بشریت توجه داشته باشند. به جای این باید راهکارهای بدیل را در واقع دنبال بکنه. این راهکارهای بدیل بحث افزایش انرژی های نو یا تجدیدپذیر، همانند انرژی های خورشیدی و بادی و کشورهایی که به انرژی های هسته‌ای دسترسی پیدا کرده است، اینا میتواند در واقع جایگزین انرژی هایی که موجب تغییرات اقلیمی میشه گردد. اما در سطح افغانستان عواملی که قبلا ذکر شد، با سازگاری و افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل تاثیرات اقلیمی روی دست گرفته شود و در دستور کار هیئت حاکمه باشد تا اینکه این فاجعه انسانی را کنترل بکند. بله. اگر برداشت کلی را اگر عرض بکنیم، تنها راه کنترل این افزایش تغییرات اقلیمی
جایگزین نمودن انرژی های نو و تجدیدپذیر می باشد. بله جناب الطافی، در صورت عدم توجه به بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی افغانستان، چه پیامدهایی در سطح داخلی و منطقه ای خواهد داشت؟ پیامدهای این بحث واضح است. عمدترین پیامدهای آن را می توان کمبود آب سالم، بیماری های ناشی از آلودگی های آبی و محیطی، افزایش مهاجرت به خاطر کمبود آب، تنش های امنیتی به خاطر مهاجرت، تنش های یا نزاهای دو ملت یا دو دولت به خاطر فقدان آب. از همه مهمتر در این بحث، زنان در زمان تغییرات اقلیمی یا کمبود آب بیشترین آسیب را برشان وارد می شود. چرا؟ چون زنان برای تهیه آب و غذا بیشترین زمان خود را مصرف می کنه و از تحصیل و مشارکت باز می مانه و این موضوع علاوه بر تغییرات طبیعی و محیطی و تنفسی و ظاهری موجب نابرابری جنسیتی در میان جوامع انسانی و در جوامع که بیشترین آسیب را از این جانب وارد میکنه خواهد شد.